آی دکتر این بر صفحه 8 تون آی دکتر این بر آی دکتر آی دکتر آی دکتر آی دکتر آی دکتر شما چه ماسک ندارید؟ اگر از آقای نواجی نمی‌ترسید؟ نه یا بعضی ها تو ماسک نداریم شما ماسک رو با فاصله باید ماسک زد. من به کسانی که فکر میکنن با شعار مسائل اقتصادی مردم هم میشود عرض میکنم به جای متخصص بازی در دور زدن تحریم ها قدری از وقت خود را صرف فراهم نمودن شرایط آرام برای زندگی مردم بکنید. جهش تولید و پرش اقتصادی داخلی نیازمند با ثبات سازی و تعادل در صحنه بین المللی است، نه هر روز با اقدامی مسئله جدید ایجاد شود که هزینه آن را مردم در زندگی خود بدهند. اداره کشور نباید در دست افراطیون و سازشکاران قرار بگیرد. ملت و افراد رأی می‌دهند که همین نوع مشکلات نظیر مسائل پیچیده بین المللی را حل کنند، نه آنکه درباره آن روزخانی سیاسی کنند. فرصت طلبان آنقدر تند و افراطی شعار می‌دهند تا انقلابیون را کنار بزنند. عده‌ای فقط دنبال تجزیه مردم هستند. این نهایت بی‌هنری است. امروز حتی در حوزه ورزش سیاستمداران لباس مدیریت آن را بر تن می‌کنند. تا چه رسد به بنگاهداری هایی که مانع رقابت مردم در اقتصاد می شود. تجارت نظامات پایدار می خواهد. حوزه اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود. هر کسی وعده بهشت در این شرایط پیچیده در کشور داده است خلاف می گوید. باید اول آتش جهنم اختلاف و لجبازی و افراطی‌گری و کارنابلدی را خاموش کرد. حل مشکلات کشور با نردبانسازی محرومیت ملت با هوس‌های پوپولیستی حل نمی‌شود، بلکه ایران امروز برای تحقق پیشرفت اقتصادی شتابان و مردمی به همبستگی ملی در داخل، تعامل هوشمندانه با غرب و همکاری سازنده و پویا با شرق و هماهنگی برادرانه با همسایگان نیازمند است. کشور ما نیاز دارد که حداقل دو دهه اولویت اصلی خود را پیشرفت اقتصادی و منافع ملی قرار دهد. انقلابی عمل کردن در این مقطع آن است که وجوه بلوکه شده ملت ایران را از دست کشورها دربیاورید، نه اینکه در داخل ادعای شعار بدهند و ما نفت را با زحمت بفروشیم ولی پول آن در حساب‌های خارجی بلوکه شود. موضوع مذاکرات برجام هم امیدوارم به نتیجه برسه که این خودش میتونه این مقدار فضای تنفسی اقتصادی کشور رو فراهم‌تر کنه. دولت من هیچ ربطی به دولت آقای هاشمی روحانی نداره و کسانی به فشار بخوان این کار انجام بدن، من به صورت مستقل در انتخابات شرکت کردم و رایزنی هم نداشتم. عرض کردم که من در همین روزهای اخیر به این نتیجه رسیدم. تکون نده آقا آیا هاشمی چرا روز آخر؟ چهار روز تکمیل چرا روز آخر؟ آقا هاشمی بالا رو نگاه یعنی چرا منتهی شد به روز آخر ساخته بکن؟ من یادآوری میکنم منش آیت الله هاشمی رفسنجانی رو در مورد کشورهای منطقه همسایه و جهان
که اصولاً منشی خارج از تشنج بوده و معروف به تشنج زدایی بودن. رضا من در امر بین الملل سعیم بر این خواهد بود که منش آیت الله هاشمی رفسنجانی رو قطعاً با تجربه‌ای که در کنار ایشون داشتم دنبال بکنم. صحبت در مورد برجام و شرایط اونم الان خارج از زمانی است که برای من اختصاص داده شده الان بتونم صحبت کنم، ولی همونطور که دیدید برجام توانست در حدود 5 سالی که از ابتدای دولت‌های روحانی داشتیم برخی از مشکلات کشور رو در رابطه با مسائل اقتصادی و کشوری حل بکنه و این حرکت ترامپ بود که برجام رو به هم ریخت و برای کشور مشکل ایجاد کرد. این دوره شورا که سعی ما بر این بود که کارهایی که گذشتگان کردند رو نکنیم و از شهر فروزی فروشی اجتناب کردیم، شفافیت بسیار بالایی رو به شورا آوردیم و سعیمون بر این شد که هزینه‌های زائد شهر رو کم بکنیم. من فرض می‌کنم ما با توجه به شرایط و گفته‌هایی که تا به حال داشتم به عنوان یک اصلاح طلب میانه رو باید فرض بشه. اجازه بدید من در ثبت نامم نسبت به وضعیت نامزدهای دیگه فعلا گمان زنی نداشته باشم و انشالله بعد از تایید صلاحیت ها در صورتی که مسئله نامزدی کاندیداها جدی شد و فضای رقابتی مشخص شد در اون مورد انشالله صحبت خواهم. اندیشه رو فقط با اندیشه میشه جواب داد. اندیشه رو با فیلتر کردن، با بستن، با جلوگیری کردن امکان نداره شما بتونید جلوشو بگیرید. وقتی تقاضا وجود داره جلو عرضه رو نمیشه گرفت. تصور میکنم که این زنان اگر با او باور حضور داشته باشن هیچی از مردا کم ندارن و این روندی که باید بستر آماده بشه این عزیزان بتونن شکوفا بشن، خودشونو نشون بدن. ما با قدرت در صحنه خواهیم ما، ولی اگر از یه جبهه‌ای که اون تصور میکنم اصلاحات به معنای واقعی، نه اصلاحات به معنایی که در حقیقت تخریب و به هم زدن و اختلاف افکنی باشه، اصلاحات به معنای وحدت، انسجام و همصدایی و نجات کشورمون، اگر از این جبهه فردی وجود داشته باشه که در نظرسنجی ملی رأیش بالاتر از ما باشه کمک میکنیم که از اون جبهه اون فرد باشد، ولی تصور نمیکنم یه چنین چیزی اتفاق بیفته. من امیدم به خداست. بازخوانی ایده ایران در این روزگاران افزون بر توسعه ارتباطات درون تمدنی بر پایه راه ابریشم دریایی است. در پیشگاه عدالت تمام آحاد ملت ایران فارغ از هر کیش و آیین و فارغ از هر قوم و دسته‌ای برابرند. من می آیم تا با اتکای نیروی ملت روبروی باندها و شبکه‌های فساد بایستم. این تمرکز و تجمیع پیشگفته است که موجب شکل‌گیری پدیده چند دولتی شده و در حاشیه آن گروه‌های شکل گرفتند که منافعشان در ادامه وضعیت موجود است. من عباس آخوندی، شهروند ایران، دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران و همچنین فارغ التحصیل دانشگاه لندن،
با تجربه های آموخته از عضویت در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی و مسئولیت ستاد بازسازی پشتیبانی جنگ، معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی، قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی و اینک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آنچه در بالا گفتم را به منزله قرارداد اجتماعی میان خود و ملت تعهد می کنم. تا چنانچه مورد استقبال ملت قرار گرفت، امانت ایشان را با قوت برگیرم و خداوند را بر عهد بر این عهد گواه و ملت را داور قرار دهم. به سوی یک ملت یک دولت. سلام علیکم و رحمت الله. در کنار مهم بودن امر قوه قضاییه، ما مواجهیم با یک امر اهمی و یک امر دارای اولویتی، اون مسئله قوه مجریه است. بانیان و شرکای وضع موجود نمیتوانند تغییر دهنده وضع موجود باشند. باید کسانی باشند که حقیقتاً به تحول و تغییر عقیده‌مند باشند. از مردم عزیزمون میخوام که در این میدان هر کدوم خانه خودشون رو یک ستاد انتخاباتی بکنن. من نه بنای اون ستادهای انتخاباتی اونچنان دارم و نه امکان مالی دارم که در این رابطه بخوام خرج بکنم. برنامه سیاست خارجی ما، سیاست نظام جمهوری اسلامی، تعامل با همه کشورها به ویژه همسایگان خواهد بود. کسانی که قصد دشمنی با ما را نداشته باشند، ما با همه اونها برنامه‌مون برنامه تعامل خواهد بود. تمام انتظار من این بود که در این میدان عزیزی غیر از من حضور پیدا کنه، چون من کار بسیار مهمی داشتم و دارم، مأموریتی سنگین. از روز آغازین هم تلاش کردم که این بخش رو برای مردم بخشی امیدوار کننده بسازم. همینطور که به ایام انتخابات نزدیک شدیم، احساس من این شد که این همه درخواست ها که از سراسر کشور میرسه، جامعه نخبگانی و دغدغه‌مند، به نحوی داره برای من یک مسئولیت جدی ایجاد میکنه که دیگر جای راحت طلبی و عافیت طلبی نیست. من در این قوه کارهای بهدم، کارهای بسیار مهم، اما از این قوه اهمیتش بیشتر حوزه دستگاه اجرایی است. در انجام وظیفه شکست وجود ندارد. من به شما بگویم عزیز جوانم، کسی که برای انجام وظیفه‌اش در میدان می آید، برای او هرگز شکست معنا ندارد. انجام وظیفه در هر حال پیروزی است. دستتون رو عکسه.
قصد ورود به انتخابات را نداشتم. امیدوار بودم نیازی به حضورم نشود، اما با توجه به نیامدن برادر عزیزم دکتر جواد ظریف و عدم امکان ثبت نام تعدادی دیگر از کسانی که می توانستند این مسئولیت را بپذیرند و اینکه جبهه اصلاحات ایران رهبران و شخصیت‌های دلسوز اصلاح طلب و بسیاری از جوانان و فعالان سیاسی و مدنی تشخیص دادند که باید به صحنه بیایم، به رغم میل و مصلحت شخصی با توکل به خدا از قبول مسئولیت شانه خالی نمی کنم. آبرو و تجربه ام را که متعلق به ملت ایران است تقدیم ملت می کنم. می دانم که چه شرایط سختی پیش روی رئیس جمهور آینده است، اما نمی شد راه عافیت پیش گرفت. به مردم هم نمی توانم وعده‌های ناممکن و دروغین بدهم. ما به خون شهدا و هموطنانی که اسیر فقر، رنج و کولبری و سوختبری و تبعیض‌اند مدیونیم. آینده را باید با هم بسازیم. آنانی که در کارنامه طولانی کاریشان کمتر اقدام واقعی و مؤثری برای حل عملی مشکلات مردم دیده می شود، چنان شعار می دهند که قادرن مشکلات پیچیده کشور و مردم را یک شبه حل کنند. متاسفانه برخی نهادها، رسانه ها و مراکز تأثیرگذار ظاهرن بر این باورند که مشارکت حداکثری منجر به شکست جریان و نامزد مطلوب آنان خواهد شد. متاسفانه در این انتخابات شایسته ترها یا نیامدند یا امکان نامزد شدن نداشتند. بسیاری از شایستگان حتی از مدیریت و خدمت در مسئولیت های دیگر علمی، فرهنگی و اجرایی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی محروم می شوند. مافیا نیفته تو گلاب. آقا اینه تو چی بود؟ مافیا کسیست که مردم را نسبت به آینده ناامید بکنه و به دنبال انتخابات بیرمقی بود. سمت چپ آج آقا، سمت چپ. پنجاه سال است ما تورم داریم، 50 سال است ما بیکاری داریم، 50 سال است کاهش ارزش پول ملی داریم، 50 سال است که رشد اقتصادی ایران پایین است. نباید ادامه پیدا کند این وضعیت. ادامه این وضعیت خیانته. افتادن به دام هر کدام از این کشورهای بزرگ برای ما خطرناک است. هر کشوری که برای ایران منفعتی داشته باشد ما به دنبال اون خواهیم بود. که کسانی که آمدند اینجا که خودشان
مسبب مشکلات کشور بودند، چه تراژدی کمدینواری رو اینجا اجرا کردند. یه عده زدن زیر گریه، یه عده اومدن گفتن که نه چکش و نه کلید. آقا پس شما کجا بودید؟ شماها عامل بدبختی های امروز ملت ایران بودید. این دولت ها و مجلس های گذشته اگر درست عمل کرده بودند، آیا ما به این روز گرفتار می شدیم؟ نمیخوام بگم حالا همه، بسیاری از کسانی که آمدن اینجا حقیقتا یه تراژدی بود. آدم یه تراژدی رو اینجا دید همراه با یه نمایشنامه کمدین. خدا را شاهد میگیرم اگر اقتصاد رو حل میکردن هیچگاه ما به صحنه نمی آمدیم. بیش از 20 سال است که من نگران این وضع بودم. این بار دیگه مثل گذشته ما پرده پوشی نخواهیم کرد، همه چیز رو به صراحت در اختیار ملت ایران صادقانه خواهیم گفت. یه ذره پایین تر ببخشید. عزم در این 8 سال برخی راه‌های غلط و پرهزینه ارائه شد که متأسفانه فشار اون بر مردم اومد، راه‌هایی که متأسفانه برخی از اونها نه تنها فشاری رو از مردم کم نکرد بلکه فشارها رو مضاعف کرد. کشور رو با نمایش نمیتوان اداره کرد، نمایش با اداره واقعی کشور متفاوت است. این امر بسیار مهم است. 8 سال گذشته این تجربه رو به خوبی نشان داد. در فضای انتخابات نباید اجازه داد کسانی با برخی حرف‌های ضعیف و سست، با برخی موضوعات و تمایلات مقطعی مصالح واقعی مردم رو بپوشانند. نمیتوان کشور رو از مردم رأی گرفت، بعد از 4 سال و 8 سال بعد با بهانه ها و یا دلایل موهوم و غیر قابل پذیرش از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. امیدواریم اون تجربه تلخ تکرار نشود، ناکامی هایی که بوده از تکرار نشود، اون راه حل های غلطی که ارائه شده است و مردم امروز به خوبی آثار و نتایج اون رو در زندگی خودشون میبینن، اونها تکرار نشود. در 8 سال تحت عنوان دولت سایه، سایه به سایه تحولات کشور رو دنبال کردیم. کشور بنگاه نیست که سرمایه های اون رو به حراج گذاشت، هر روز یک سرمایه اون رو هزینه کرد، بلکه باید سرمایه های اون رو روی اون برنامه داشت و ارتقا داد. خیلی متشکر از همین. Thank you.